گسترش ریشه های فساد اقتصادی تا امنیتی ترین نهادهای جمهوری اسلامی، سازمان انرژی اتمی و قطع زمینی که در زد و بندها بالا کشیده شد، امید کارمندان برای خانه‌دار شدن ناامید شد. جمهوری اسلامی برای خرید واکسن دست به دامن چین و عراق شده. تلاش برای خرید واکسن خارجی کرونا از پولهای بلوکه شده. چین میگوید همکاری نمی کند. شهروندان جزیره نگران از فردای برگزیت. روز جمعه آغاز دوباره بریتانیا خارج از اتحادیه اروپا. ترکیب کرونا و برگزیت با اقتصاد بریتانیا چه می کند؟ و بازگشت به خانه بعد از 30 سال حبس. جاناتان پولارد، جاسوس اسرائیلی زندانی در آمریکا، به اسرائیل بازگشت. نخست وزیر اسرائیل در فرودگاه به استقبالش رفت. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شراره عزیزی. فساد و راندخاری از مشخصه های اقتصاد بیمار ایران شدند و سال هاست عزم جدی برای ریشه‌کنی این درد از سوی جمهوری اسلامی دیده نمی شود. تا جایی که حالا ریشه های فساد تا امنیتی ترین و حساس ترین نهادهای ایران هم رسیده. سازمان انرژی اتمی که در 2 دهه اخیر نقش مهمی در سیاست خارجی ایران بازی کرده، در تار و پود خود از راندخاری اعضای سپاه پاسداران و قوه قضاییه مسئول نمانده. تنها در یک پرونده فساد اقتصادی سازمان انرژی اتمی، قطع زمینی در یکی از منطقه های گران قیمت تهران که قرار بود در آن برای کارکنان این سازمان خانه سازمانی ساخته شود، با زد و بندهایی در پشت پرده صاحبان جدیدی پیدا کرده. مشتبه پور محسن گزارش میدهد. کارکنان این ساختمان قربانی یک غارت بزرگ شدند و جرأت اعتراض هم ندارند، چون آنها کارمند یکی از امنیتی ترین ارگانهای ایران هستند، سازمان انرژی اتمی ایران، نهادی که در 2 دهه اخیر به یکی از مهمترین نقش‌آفرینان سیاست خارجی ایران تبدیل شده. حالا 80 نفر از کارکنانش در معرض غارت اموال خود به دست یکی از نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفتند. اینجا در زمینی 5000 متری در خیابان کربلای احمد در پونک تهران، داستانی که از 22 سال پیش آغاز شد، زمانی که ستاد مشترک سپاه پاسداران این 5000 متر زمین را از سازمان مسکن و شهرسازی تهران به قیمت حدود 150 میلیون تومان خرید، یعنی متری تنها 30,000 تومان. تعاونی مسکن ستاد مشترک سپاه نصف این پول را پرداخت کرد، اما چک بقیه پول پاس نشد. بقیه پول به حساب شخصی واریز شد که صاحبش را نمی‌شناسیم. نکته این که زمین کاربری آموزشی داشت، یعنی باید آنجا مدرسه ساخته می‌شد، اما سپاه پاسداران آموزش و پرورش را مجبور کرد اعلام کند در آن منطقه نیازی به مکان آموزشی ندارد. کاربری به حالت اولش، یعنی فضای سبز، برگشت. حالا کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی بود که مجبور شد برای سپاه مجوز کاربری مسکونی صادر کند. بر اساس اسنادی که از قوه قضاییه به دست ما رسیده، این رفت و آمدها 10 سال طول کشید تا اینکه در سال 87 تعاونی قرارگاه مشترک سپاه در قراردادی به مبلغ 730 میلیون تومان زمین را به یکی از اعضای تعاونی کارکنان این ستاد فروخت. یکی از نیروهای سپاه پاسداران به نام غلامرضا رضاییان، فرزند عبدالحسن، رئیس تعاونی مسکن ستاد. رضاییان سراغ سند رفت، اما چون سپاه نصف پول زمین را بعد از 10 سال نداده بود، اداره راه و شهرسازی حاضر به سند زدن نشد. در گیرودار دعوای ستاد مشترک سپاه و رضاییان و اداره راه و شهرسازی، رضاییان به اینجا رفت، سازمان انرژی اتمی ایران. 2 روز مانده به آغاز سال 93 او قراردادی با تعاونی کارکنان سازمان انرژی اتمی بست برای ساخت 220 واحد مسکونی. در ازایش 11 میلیارد تومان بلاعوض گرفت و قرار شد 42% واحدهای مسکونی بعد از ساخت به او برسد. 3 ماه بعد مبلغ قرارداد شد 11 میلیارد و 800 میلیون تومان در ازای 265 واحد. او خودش را مالک معرفی کرد، در حالی که مالک هنوز اداره کل راه و شهرسازی تهران بود. شهرداری منطقه 5
در ازای 9 میلیارد و 800 میلیون تومان پروانه ساخت صادر کرد. رضاییان 3 میلیارد و 400 میلیون تومان را پرداخت کرد و بقیهش را چک داد. ساخت و ساز در زمین بعد از گود برداری متوقف شد، در حالی که اداره کل راه و شهرسازی از رضاییان شکایت کرده بود. تعاونی کارکنان سازمان انرژی اتمی هم از او شکایت کرد به اتهام کلاهبرداری و فروش مال غیر. او نهایتاً تنها به 2 سال زندان و رد مال به مبلغ 11 میلیارد و 800 میلیون تومان محکوم شد. دادگاه او را از اتهام فروش مال غیر تبرئه کرد با این توجیه که او در قرارداد گفته بعد از ساخت مالک 42% می شود، در حالی که در متن قرارداد آمده که پس از ساخت این مقدار به او به عنوان مالک می رسد. همزمان همان 34 نفر از کارکنان سازمان انرژی اتمی که از رضاییان شکایت کردند، محسن اسدی شهردار و عباس سمی معاون وقت او در شهرداری منطقه 5 را به محکمه بردند. همینطور پارسا قاسمی مدیر دفتر خدمات الکترونیک شهرداری با کد 502. آنها معترض شدند شهرداری چرا برای زمینی که مالکش ارگان دیگری است به تقاضای غلامرضا رضاییان و به نام او پروانه ساخت صادر کرده. شعبه 1080 دادگاه کیفری 2 تهران تیر ماه امسال شهردار را تبرئه و معاون او را به 5 سال انفصال از خدمات دولتی و مدیر دفتر خدمات الکترونیک شهرداری را به 30 ضرب شلاق محکوم کرد. منبع ما در قوه قضاییه میگوید اینجا ارتباطات او با رئیس شعبه مفتح و همینطور برخی مدیران میانی قوه قضاییه و نام سپاه پاسداران باعث شده که حقوق مالباختگان سازمان انرژی اتمی به راحتی پایمال شود، در حالی که در حکم دادگاه علیه مدیران شهرداری اشاره شده زمین متعلق به دولت است و حدود 1 ماه پیش دادگاه زمین را به اداره کل راه و شهرسازی تهران برگردانده. رضاییان که اموالش را به نام خانواده و دوستانش کرده از درون زندان ساخت مجتمع مسکونی در این مکان را پیش می‌برد. حتی در تابلو شناسنامه بنا هم اسم مالک نیامده، اما اشاره شده مالک خصوصی است. یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفته کارکنان مالباخته سازمان انرژی اتمی به مدیران ارشد سازمان مراجعه کرده و خواستار احقاق حق خود شدند، اما آنها گفتند این موضوع در حیطه حراست است و از خیر پولتان بگذرید و پیگیری نکنید. حراست سازمان انرژی اتمی هم از آنها خواسته سکوت کنند، اما هیچ پیگیری نکرده. سازمانی که آوازش به دنیا رسیده نتونست از کارمنداش که با بدبختی پول جور کردن حمایت کنه. این رئیس سازمان چه کار است؟ یه آدم بسیار ضعیفه. ما باید یه جای تعیین کننده جمع بشیم. نمیگم تظاهرات کنیم، اما جمع شیم و بگیم 7-8 سال با بدبختی پول جمع کردیم، اما یه نفر اومده در دادگاه میگه من برادر شهیدم و جبهه رفتم و پول ما رو بالا کشیده. اونا به خاطر وطن رفتن شهید شدن، اما ادعی دارن از نامشون سوء استفاده میکنن. آنها کارکنان یکی از حساس‌ترین مراکز ایران هستند، اما نامه‌نگاریشان با ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه هم راه به جایی نبرده. دستگاهی که نزدیک به 3 دهه است مدیرانش وقتی به قدرت میرسند میگویند ویرانه تحویل گرفتند و وقتی میروند نفر بعدی مدعی میشود خرابه‌ای به نام قوه قضاییه برایش به جا مانده. کارکنان سازمان انرژی اتمی که کارشان غنی‌سازی اورانیوم است در مقابل 2 دستگاهی کم آوردند که متخصص غنی‌سازی در فسادند، قوه قضاییه و سپاه پاسداران. مشتبه پور محسن، ایران اینترنشنال. با افزایش تحریم‌ها میلیون‌ها دلار از پول‌های ایران در کشورهای مختلف از هند و عراق گرفته تا کره جنوبی و چین بلوکه شدند. پول‌هایی که راهی برای انتقال آن به ایران نیست و کشورهای میزبان هم ترجیح می‌دهند تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا را در اولویت قرار دهند. حالا ایران به فکر افتاده که از این پول‌ها برای خرید واکسن استفاده کند. مثلا وزیر نیرو اعلام کرده که دولت می‌خواهد بخشی از بدهی 5 میلیارد دلاری عراق را به خرید واکسن یک شرکت خارجی اختصاص دهد. یوسف عباس‌زاده نگاهی کرده به دردسرهای خرید واکسن خارجی برای ایران. سفر وزیر نیروی ایران به عراق و دیدار با مقام‌های بلندپایه این کشور. یکی از مأموریت‌های رضا اردکانیان گرفتن بدهی 5 میلیارد دلاری عراق به شرکت ملی گاز ایران. پولی که به گفته مقام‌های ایران 3 میلیارد دلار از آن به دلیل تحریم‌های آمریکا بلوکه شده و بخشی هم هنوز
بازپرداخت نشده است. حالا اردکانیان میگوید عراق بخشی از آن را میپردازد. مقامات عراقی موفق شدند بخش قابل توجهی از مطالبات شرکت توانیر رو و همچنین بخشی از مطالبات شرکت ملی گاز رو پرداخت کنند. پولی که در صورت بازپرداخت وزارت بهداشت می‌خواهد با آن واکسن کرونا خریداری کند. اما از آنجا که دولت ایران می‌گوید در خرید واکسن از خارج با مشکل پرداخت مواجه است، وجوه خرید واکسن را از محل منابع مالی ایران در عراق و از طریق نظام مالی این کشور پرداخت خواهد کرد. البته هنوز روشن نیست دولت عراق با این درخواست ایران موافقت کرده و اگر توافقی صورت گرفته خبری از جزئیاتش در دست نیست. همزمان موضوع خرید واکسن از چین از طریق بانک چینی کونلون هم به مشکل برخورده. به گفته محمود نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، این بانک که قبلا برای ایران نقل و انتقال پول انجام می‌داده حالا به علت تحریم‌های آمریکا با ایران همکاری نمی‌کند. بانکی که سال گذشته به دنبال تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرده بود مبادلات مالیش با ایران را از آبان 97 متوقف می‌کند. از طرفی دیگر در حالی که سخنگوی دولت دلیل خریداری نشدن واکسن کرونا را تصویب نشدن لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF اعلام کرده، وزیر بهداشت تأثیر آن را مهم نمی‌داند. پیوستن ما به بعضی از مرابطات بین المللی مهمه، اما من تأثیر این رو بر نظام سلامت خیلی توی اوضاع کنونی در رابطه حداقل با واکسن خیلی جدی نمی‌بینم. در میانه تناقض‌گویی‌های بی‌پایان مقام‌های ایران در مورد خرید واکسن، مردم ایران که شاهد ورود واکسن به بیشتر کشورهای همسایه هستند با نگرانی در انتظارند. اما دولت که برای تأمین منابع بودجه سال آینده در تقلاست، از ملت قرض می‌گیریم به ملت برمیگردونیم، فعلا می‌خواهد از طریق پول‌های بلوکه شده اش در بانک‌های عراقی و چینی واکسن کرونا بخرد. تلاشی که فعلا نشانه ای از موفقیت در آن دیده نمی شود. یوسف عباس‌زاده، ایران اینترنشنال. همونطور که دیدین بحث واکسن ویروس کرونا نه تنها در ایران بلکه در جهان این روزها داغ هست. دولت بریتانیا امروز چهارشنبه مجوز توزیع و استفاده از واکسن کرونا ساخت آکسفورد آسترازنکا را صادر کرده. از ویژگی های این واکسن نگهداری در دمای معمولی اتاق و نیازی به یخچال های نگهداری بزرگ نداره. قیمت ارزان تر این واکسن هم نویدی است برای کشورهایی که برای پرداخت پول واکسن های شرکت های دیگر با مشکل روبرو بودند و البته موفقیت 70% اون همچنان حرف و حدیث هایی رو به جا گذاشته. دولت بریتانیا اعلام کرده که 100 میلیون دوز از واکسن آکسفورد آسترازنکا رو سفارش داده که برای 50 میلیون نفر از جمعیت این کشور کافیه. ماهان غفاری، محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد به ما پیوستند. خوش اومدیم به برنامه امروز. خب این خبر خوش واکسن جدید بریتانیایی رو هم امروز شنیدیم. یکم بیشتر توضیح بدین راجع به ویژگی های خاص این واکسن که شاید یه مقدار برتری داره به واکسن های دیگه. بله، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، مهمترین ویژگی که میشه برای اون داشت همین هست که حمل و نقل آسانی رو خواهد داشت، به جهت اینکه میتونه در دمای طبیعی تر نسبت به واکسن هایی که بر اساس آرنای پیام رسان هستن مثل فایزر، بایونتک یا مدرنا که در دمای فوق سرد نیاز هست نگهداریشون، برخلاف اونها واکسن آکسفورد میتونه در دمای یخچال نگهداری بشه، قیمت ارزان تری داره و برای همین برای همه ما یک چشمنداز برای شتاب سریعتر دادن در واقع به پایان دادن این پاندمی است، به دلیل اینکه میتونه قابلیت این رو داشته باشه که توزیع سریعترش هم در بریتانیا و هم در جهان عملا رخ بده. میدونیم که در واقع کوواکس اون اینیشیتیو یا اون کارزار که وابسته است به سازمان بهداشت جهانی هم روی این واکسن حساب کرده و پیشاپیش مقادیر رو خریده. اونجایی که من دنبال میکردم 100 میلیون دوز رو فعلا خریداری کرده و اگر ایران خب حالا به سبب اون از طریق کوواکس خریدی رو انجام داده باشه، پیش خریدی رو انجام داده باشه، انتظار داریم
بخشی از این واکسن ها در واقع تا چند هفته یا چند ماه آینده به سمت ایران هم بره. باید دید. البته آقای غفاری، اعلام شده در خبرها که این واکسن حدود 70% موفقیت داشته در مقایسه با واکسن شرکت های دیگه مثل مودرنا و یا فایزر که 90-95% ایمنی ایجاد میکنن. آیا از نظر علمی این موضوع میتونه این کنترل ویروس کرونا رو بالاخره به جایی برسونه که استفاده از ماسک خلاص بشه بشر از دستش؟ این سوال خیلی خوبیه. ببینید، هنوز ما در واقع تصویر کاملی نداریم از وضعیت اینکه تحقیقات به کدوم سمت میره. این عدد 70% هم ناشی از همون دو تا رژیم دوزی مختلف بود. اگر یاد داشته باشید چندی پیش صحبت از این بود که اگر دو دوز استاندارد این واکسن زده بشه 62% کارایی داره و اگر نیم دوز تمام دوز استفاده بشه بالای 90%، که در واقع میانگین اون 70 هست. اما باید در نظر داشته باشیم که واکسنی که الان تاییدیه بریتانیا رو گرفته همون رژیم استاندارد تمام دوز هست که در واقع 62% کاری داره. بله، این نگرانی رو شاید نگرانی نذاریم، ولی در حال این هستش در ذهن ما که شاید نیاز داشته باشیم به کارهای بیشتر برای اینکه بخواد این پندمی پایان پیدا کنه. اما مسئله اصلی، اولویت اصلی حتی در همین بریتانیا این هستش که در همین دوز یک رو در واقع تا جایی که میتونن به بخش کثیری از جامعه بزنن و حتی دوز دوم این واکسن رو که میدونیم باید 4 هفته بعد زده بشه رو حاضر هستن تا 12 هفته در واقع حتی به تعویق بندازن، به دلیل اینکه اولویت یک در واقع فروکش دادن پندمی هست و این واکسن با این وضعیت کاری که داره ما فکر میکنیم قابلیت این رو خواهد داشت که تا حد زیادی در واقع این پیک ابتلا که مثلا الان در بریتانیا بسیار شدید شده رو بتونه تا حد خوبی کمک کنه به فروکش کردنش در واقع. یک سوالی که الان خب مخاطبای ایرانی خیلی راجبش صحبت میکنن این هستش که کدوم یکی از این واکسن هایی که در خارج از ایران داره ساخته میشه مناسب هست برای ایران و برای جمعیت ایران با توجه به شرایط نگهداریش، قیمتش و مسائل دیگه. خیلی کوتاه برای ما توضیح بدین فکر میکنین کدوم یکی از این واکسن ها به درد جمعیت ایران میخوره؟ به نظر میاد همونطور که گفته شد واکسن آکسفورد آسترازنیکا جزو بهترین کاندیداها باشه. واکسن سینوفارم چینی یا حتی مدرنا و فایزر قیمت‌های بالایی دارن، شاید حتی 5-10 برابر بالاتر از قیمت واکسن آکسفورد آسترازنیکا. برای همین تأکید بر همین است که این شاید کاندیدای بسیار خوبی برای کشوری مثل ایران با درآمدهای متوسط یا کم درآمد، کشور کم درآمد باشه که در واقع کمک کنه به فروکش کردن اپیدمی در اون کشور. ممنونم از شما ماهان غفاری، محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد. اقتصاد ایران که زیر بار فشار تحریم‌های حداکثری، فساد و مدیریت غلط کمر خم کرده، در سالی که گذشت مانند دیگر کشورهای جهان از همه‌گیری ویروس کرونا هم آسیب دید. ویروسی که نه تنها سلامت شهروندان را به خطر انداخت، بلکه چراغ بسیاری از کسب و کارها را هم خاموش کرد. علاوه بر اینها بسیاری از شهروندان که به دلیل محدودیت‌های منبع درآمد خود را از دست داده بودند، مجبور به پرداخت هزینه‌های درمان بالایی هم شدند. لیلا سعادتی نگاهی انداخته به اقتصاد ایران در زمان همه‌گیری ویروس کرونا. در این بحران کرونا، ایرانی‌ها هم مانند خیلی کشورها لگد اقتصادی از این ویروس تاجدار خوردند. در دو مرحله محدودیت‌های کرونایی در فروردین و آذر ماه خیلی از کسب و کارها آسیب دید. رستوران‌ها بسته شد، کسانی که به کارهای خدماتی مشغول بودن خانه نشین شدن. نفس استخرها و باشگاه‌های ورزشی به شمار افتاد. گردشگری و هتلداری آسیب دید. از وقتی کرونا شروع شد فروش ما تقریبا نصف شد. وقتی که تعطیل شد فروشمون که کلا تموم شد. یعنی از که 2 ماه و نیم ما عملا هیچی نمی‌فروختیم، بسته بودیم. از زمانی هم که باز کردیم برگشتیم به روزای اولی که اصلا این رستوران رو باز کردیم. اینکه کرونا بیاد نه به کسی احتیاج داشتیم. روزی میرفتیم 100 تومن 150 تومن کار میکردیم میرفتیم خونمون. الان موقعی که کرونا اومده ما بدبختی دنبال ماست. کرونا هم نکشه ما رو گشنگی میمیریم حقیقت. در این ماه میلیون ها نفر به جمعیت بیکاران ایران اضافه شدند. ستاد کرونا اعلام کرد برای حمایت از مردم و کسانی که بیکار شدند بیمه بیکاری میپردازد.
اما این پول دست خیلی ها را نگرفت و به دلایل فنی و بی‌برنامگی آنها بین سامانه بیمه بیکاری، دفاتر پیشخوان، اداره کار و سازمان تامین اجتماعی گرفتار شدند. ستاد کرونا گفت وام 1,000,000 تومانی هم می‌پردازد، اما هر ماه قسط آن را از یارانه وام بگیران کم می‌کند. این طرح برای مرحله اول اجرا شد، حالا حسن روحانی گفته از ابتدای آذر هم اجرا می‌شود. در حالی کمک‌های ناچیز ستاد و دولت پیش پای مردم گذاشته شد که هزینه‌های تشخیص و درمان کرونا برای مبتلایان کووید 19 کمرشکن است. در همه این ماه‌ها هیچ و خدمات درمان کرونایی رایگان نبوده. از هزینه تست کرونا که از 400 تا 700 هزار تومان است تا هزینه بستری در بیمارستان دولتی تا 25 میلیون و هزینه بستری در بیمارستان خصوصی تا 70 میلیون تومان به اضافه داروها که مشمول بیمه نیست. ایرانی ها سال سختی را پشت سر می گذارند. تورم افسار گسیخته از یک طرف، بحران کرونا از طرف دیگر. معلوم نیست ایرانی ها کی بتوانند از این بحران کمر راست کنند. لیلا سعادتی، ایران اینترنشنال. همونطور که دیدین ویروس کرونا فقط سلامت و اقتصاد شهروندان رو تغییر نداده، بلکه ماسک رو تبدیل به یکی از پوشش‌های بشر کرده که معلوم نیست تا کی همراه ماست. از ماه‌های ابتدایی همه‌گیری ویروس کرونا، همان زمان که میان کارشناسان درباره تأثیر زدن ماسک اختلاف نظر وجود داشت، عده‌ای به فکر تولید ماسک افتادند و دست به کار هم شدند و سود اقتصادی سرشاری نصیبشان شد. اما کیفیت همه این ماسک‌ها برای حفاظت در برابر ویروس‌ها استاندارد نیستند. در ایران رئیس انجمن صنفی متخصصان تجهیزات پزشکی معتقد است که 50% ماسک‌های موجود در بازار غیر استاندارد هستند. مهران عباسیان گزارش می‌دهد. ماسک صورت با همه خوبی ها و بدی هایش حالا به بخشی از زندگی روزمره مردم ایران تبدیل شده، به دغدغه‌ای مضاعف برای خیلی ها. نوسان قیمت ماسک در بازار ایران بسیار است، در حالی که بنا بود ماسک نرخ مسبب دولتی داشته باشد. هر هفته داره تقریباً 3,000 تا 4,000 تومان قیمتش افزایش پیدا میکنه، همون محصول ثابت، و مردم واقعا از این شاکی هم. هر شهروند باید روزانه در صورت خروج از منزل حداقل از یک ماسک استفاده کند. این یعنی خرید روزانه میلیون‌ها عدد ماسک در کلان شهری مثل تهران. اما قیمت تنها مسئله شهروندان نیست. کیفیت مشکل دیگری است که از آن گله‌مندند. ولی یه سری میگرفتن بند از پشت پاره میشد، میافتاد. اما مثلا یه تیکه چسب کوچولو زده بودن یا نفس معلوم بودش از ماسک رد میشد. بازاری که در غیاب سیستم نظارتی درست در تسخیر ماسک‌های غیر استاندارد و بی‌کیفیت است. هر ماسکی ماسک سلایه نیست. ماسک سلایه باید پارچه ملک بلون داشته باشد. پارچه ملک بلون چیز پارچه وقتی که ماسک رو می‌بریم یه پارچه خاصی داخلشه. باید اون ماسک اصلی ماسک این پارچه رو داشته باشم، پارچه ملک بلون بهش میگن. الان تو بازار ماسکایی هستن که این ماسکو ندارن، فقط همین خود ماسکو سه بار روی هم دوختن. یه مدل ماسک داریم، ماسک اسفنزی، که اصلا توصیه نمیشه، چون ماسک اسفنزی یا پارچه‌ای از ورود ویروس تقریبا 0% جلوگیری میکنه. انجمن متخصصین پزشکی در ایران بیش از 50% از ماسک‌های موجود در بازار را خارج از استاندارد تشخیص داده است. اما با این حال هنوز مردم مبادرت به خرید آنها می‌کنند و این مسئله دو دلیل می‌تواند داشته باشد: ناآگاهی از کیفیت ماسک و یا قیمت ارزان‌تر نسبت به نمونه‌های با کیفیت. گرونه. اون دفعه هر دفعه گفتم ماسک بدیم، بسته‌ای باید بگیریم، بیمه‌ای هم نمی‌دن. هی باید بری بخری یا بیه بده، دوباره بخری بیه بزنی. ما چقدر درآمد داریم که بخوایم هر روز بریم ماسک بخریم، اونم بسته به بسته با قیمت گرون. اما راهکار دولت در این میان صدور مجوز برای تولید ماسک‌های خانگی و تغییر کاربری کارگاه‌های دوزندگی به کارگاه تولید ماسک و توزیع آن در فروشگاه‌ها و بعضاً داروخانه‌هاست. اما به درستی روشن نیست که چقدر روی کیفیت این ماسک‌های خانگی نظارت وجود دارد. با همه اینها در ایران تقاضا برای ماسک‌های ساده یک بار مصرف بیشتر از انواع دیگر است. ماسک‌های فیلتردار و ماسک‌های 95 کمتر هستش. اونم علت این که خواستار مردم کمتر هست.
علتش اینه که خب اینا رو خیلی راحت‌تر استفاده می‌کنن و راحت‌تر می‌ندازن دور و هزینه کمتری نسبت به ماسک‌های فیلتردار براشون داره. رسانه‌های داخلی ایران از تولید روزانه 17 میلیون ماسک در ایران خبر می‌دهند. این رقم تفاوت بزرگی با جمعیتی است که به استفاده روزانه آن نیاز دارند. خلایی که تنها با واردات این کالا در سطح کلان قابل جبران است. مهران عباسیان، ایران اینترنشنال. به چند خبر کوتاه از جهان. ارز دیجیتال بیت کوین باز هم رکورد شکسته و از مرز 28900 دلار گذشته. این قیمت به آن معنی است که این ارز محبوب دیجیتال تنها در سال 2020 میلادی که یک روز به پایان آن بیشتر نمانده 295% رشد کرده. در طول روز گذشته نزدیک به 1.8 میلیون واحد بیت کوین به ارزش حدودی 52 میلیارد دلار در بازارهای جهانی جابجا شده. همزمان با فرود هواپیمای حامل اعضای دولت جدید یمن در فرودگاه عدن، انفجار بزرگی در محوطه فرودگاه به وقوع پیوست. تاکنون آمار دقیقی از کشته‌های این حمله اعلام نشده، اما بر اساس گزارش خبرگزاری اسکای، با وقوع دو انفجار در باند فرود و سالن استقبال فرودگاه دست کم 5 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. این خبرگزاری همچنین اعلام کرده اعضای دولت از جمله نخست وزیر این عبدالملک بدون هیچ آسیبی به کاخ ریاست جمهوری انتقال داده شدند. تعداد کشته‌های زمین لرزه دیروز در کرواسی به دست کم 7 نفر رسید. بر اساس گزارش‌ها تا کنون 20 زخمی نیز به بیمارستان‌ها منتقل شدند. در زمین لرزه 6.4 ریشتری در این کشور، شهر پتریانا بیشترین آسیب را دیده. شهردار این شهر میگوید نیمی از شهر ویران شده و دولت مرکزی هم از نیروهای ارتش برای عملیات امداد کمک خواسته. پس از سالها مبارزه جنبش‌های زنان در آرژانتین، مجلس سنای این کشور به قانونی شدن سخت جنین رأی داد. آرژانتین که پیشتر قوانین سختگیرانه‌ای درباره سخت جنین داشت، در یک رأی‌گیری تاریخی سخت جنین را تا هفته 14 بارداری قانونی اعلام کرد. در آرژانتین سخت جنین فقط در بارداری‌های خطرناک برای مادر و یا در موارد تجاوز جنسی مجاز بود. قانونی شدن سخت جنین موجی از شادمانی را در میان کنشگران حقوق زنان در پی داشت. یک روز مانده به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، ترکیه و بریتانیا یک توافقنامه تجاری امضا کردند. این توافق دو جانبه اولین توافق بریتانیا با کشوری دیگر بعد از توافق تجاری خروج از اتحادیه اروپا است. وزیر بازرگانی بریتانیا میگوید حقوق گمرکی ترجیحی که در حال حاضر 7600 شرکت فعال در زمینه صادرات به ترکیه از آن برخوردار هستند، حفظ خواهد شد. بریتانیا پس از قطعی شدن خروجش از اتحادیه اروپا با 62 کشور جهان معاهده‌های جداگانه تجاری امضا کرده. تنها یک روز به پایان سال 2020 باقی مانده. سال نو برای بریتانیایی‌ها با یک تغییر بزرگ همراه است و آن آغاز فصلی نو خارج از اتحادیه اروپا است. پارلمان بریتانیا امروز در یک جلسه اضطراری برای تصویب توافق برگزیت تشکیل جلسه داد و این بار این توافق با اکثریت قاطع تصویب شد. توافقی که پارلمان بریتانیا در 2 گذشته به آن روی خوش نشان نداده بود. بهاره خدابنده نگاهی انداخته به نقش پارلمان در روند برگزیت. از عصبانیت گرفته تا گریه یا نخست وزیر، to serve the country I love. تا حتی خنده ی دست جمعی. But there's only one chlorinated chicken that I can see in this house, and he's on that bench. Will he confirm again? تا
پارلمان بریتانیا 2 سال گذشته خود را روی چرخ و فلک احساسی برگزیت گذرانده. خروج بریتانیا از اروپا مرحله به مرحله نیازمند رأی تایید این پارلمان بوده. رأی که به دست آوردن اکثریتش به کابوس دو نخست وزیر اخیر این کشور تبدیل شد. ترزا می در آغاز نخست وزیریش تلاش کرد با برگزاری انتخابات زود هنگام وزنه پارلمان را به نفع خودش و حزب محافظه‌کار سنگین کند. استراتژی که با شکست مواجه شد و ترزا می اکثریت پارلمان را از دست داد. تلاش اپوزیسیون برای برگزاری رفراندوم در یک سو، افزایش طرفداران خروج بدون توافق بین محافظه‌کاران در سوی دیگر. در این بین توافق ترزا می با اتحادیه 3 بار توسط پارلمان رد شد. ناتوان در عبور از این سد، ترزا می در تابستان سال 99 استعفا داد. جانشین سرسخت می بوریس جانسون که خود طرفدار خروج بدون توافق بود با شعار تمام کردن برگزیت خواستار برگزاری انتخاباتی تازه شد. این بار حزب جانسون با تصاحب 365 کرسی اکثریت پارلمان را نصیب خود کرد. قرارداد خروج بریتانیا از اتحادیه در اولین تلاش جانسون رأی تایید پارلمان را کسب کرد. بریتانیا ساعت 11 شب روز 11 بهمن رسما از اتحادیه خارج شد. در 11 ماه گذشته بریتانیا و اتحادیه اروپا برای به دست آوردن یک توافق که روند تجارت بین دو طرف را حفظ کند تلاش کردند. Déçu par le manque d'ambition du Royaume-Uni dans d'autres domaines. مذاکراتی که بارها بر سر مسائلی مثل صنعت ماهیگیری به بن‌بست رسید. موزلی که برای اتحادیه اقتصادی بود و برای بریتانیا مسئله تمامیت ارزی. گفتگوها بارها به تهدید از هر دو طرف کشیده شد. They are threatening to carve tariff borders across our own country and to divide our own land. پارلمان بریتانیا در اغلب موارد از بوریس جانسون حمایت کرد. So the eyes have it. Unlock. در نهایت با وجود بالا رفتن احتمال خروج بدون توافق، جانسون موفق شد در آخرین روزهای باقی مانده از دوره انتقالی با اتحادیه اروپا به توافق برسد. Glad tidings. دسته‌های کاغذ، دسته‌های همراه با شادی، چون این یک توافقه، توافقی که خیال کسب و کارها و سرمایه‌گذارها رو از روز اول ژانویه راحت می‌کنه. توافقی با دوستانمون در اتحادیه اروپا. توافقی که این بار اپوزیسیون همان را پذیرفته است. بهار خدابنده، ایران اینترنشنال. همکارم بهار خدابنده از خانه شماره 10 در مقابل دفتر نخست وزیری همراه ما هست. بهار، تو گزارش مفصل شنیدیم که چه تنش‌هایی بوده در 2 سال گذشته بین پارلمان و دولت و اتحادیه اروپا برای توافق برگزیت. اما برای ما بیشتر توضیح بده که چطور شد این بار در پارلمان یک ضرب با اکثریت آرا رأی مثبت دادن به این توافق؟ شرر من اگر بخوام جلسه امروز رو برات خلاصه کنم، در دو جمله کوتاه میتونم بگمش که وقت نیست و چاره ای نداریم، فقط میتونیم الان به این قرارداد رأی بدیم. بریتانیا همونطور که خودت هم توی خبر خوندی در 24 ساعت آینده به طور تمام و کمال از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد و اگر این توافق امروز رأی نمی آورد، باید بدون توافق این خروج اتفاق می افتاد که اون مفهومش میشد داشتن تعرفه ها و در نتیجه بالا رفتن قیمت ها، به خصوص برای مواد غذایی که بارها هم دیدیم که فروشگاه‌های مواد غذایی هم در اون مورد هشدار دادن. بنابراین امروز رهبر اپوزیسیون کیر استارمر بارها این رو تکرار کرد که این قراردادی که روی میز جلوی ما هست الان قراردادیه که پر از ایراد، قراردادیه که پر از نقصه، اما در گزینه‌هایی که پیش رو داریم در واقع گزینه دیگه‌ای نداریم و باید بهش رأی بدیم. فراموش نکنیم که همونطوری که توی گزارش هم دیدیم، در سال 2019 حزب کارگر به خاطر مقابله
ای که جلوی برگزیت میکرد، مقاومتی که جلوی برگزیت میکرد و تلاشش برای برگزاری رفراندوم دوباره، انتخابات سراسری را از دست داد و در نتیجه اکثریت پارلمان را هم از دست داد. و میدونیم که جرمی کوربین رهبرش ناچار به استعفا شد اون موقع. اما خب حالا کیر استارمر رهبر اپوزیسیون، رهبر تازه اپوزیسیون، با نگرشی تازه تر اومده، با رویکردی تازه تر اومده و امروز در یک سنگر با بوریس جانسون قرار گرفت و با وجود انتقادهایی که به این توافق داشت، تصمیم گرفت که همراهی بکنه با بوریس جانسون و تونستن که این توافق رو امروز به نتیجه برسونن. میدونیم که تا آخر شب این قرارداد احتمالاً جلوی ملکه گذاشته خواهد شد که آخرین مرحله است که او هم اگر این قرارداد رو امضا بکنه، از امشب به بعد این توافق به صورت یک قانون در خواهد اومد. آره، اشاره کردی به انتقادهایی که میشه از دولت آقای جانسون به خاطر اینکه توافق رو به دقیقه 90 کشون. ساعتی پیش هم آقای جانسون صحبت کرد درباره قرنطینه و شرایط سخت‌تر در سراسر بریتانیا که محدودیت‌ها بیشتر شده، که خیلی از مردم بریتانیا دلخورن از این قضیه. این انتقادها رو چطور دیدی در رسانه‌ها امروز؟ ببین، شرایط مردم، این چیزی که من دارم میبینم الان، به مرگ گرفتن و به تب راضی شدن تا حدودی، برای اینکه خب درسته که برگزیت یک موفقیت بزرگ، اما واقعیت اینه که 4 سال گذشته رو مردم بریتانیا در یک شرایط سردرگمی و بلا تکلیفی گذروندن. اینکه بیزینس ها نمیتونستن برای حتی یکی دو ماه آینده خودشون برنامه بذارن و اینکه مثلا حتی برای تحصیل کردن نمیدونستی توی کدوم دانشگاه بتونی انتخاب بکنی، توی کدوم کشور در واقع بتونی درس بخونی. اینها خب تا دقیقه 90 ادامه پیدا کرده و خب گلگی خیلی زیاد هست که چرا تا این لحظه صبر شده برای اینکه این توافق بتونه اتفاق بیفته. حالا به این اضافه بکن همین جریان ویروس کرونا رو، که خب درسته امروز دولت اعلام کرده که واکسن آکسفورد رو هم تایید کردن و احتمالاً تا چند ماه آینده مردم توانایی این رو خواهند داشت که هر کس که بخواد از این واکسن بتونه استفاده بکنه. اما همزمان الان یک سال بعد از اینکه حتی از ویروس کرونا گذشته، بیشتر از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور بریتانیا الان در واقع در انگلستان در سخت ترین محدودیت های یعنی قرنطینه ها هستند، محدودیت های کرونا که دولت در واقع برنامه‌اش رو ریخته هستند. این هم در نظر بگی که در یک سال گذشته دولت بارها و بارها برنامه‌اش رو تغییر داده، هر چند هفته یه بار. خودت هم اینجا زندگی می‌کنی، می‌دونی که قوانین ما مرتب عوض می‌شده که کجا می‌تونستیم بریم و کجا نه. الان هم می‌دونیم که با این محدودیت هایی که الان گذاشتن اغلب جاها تعطیله و این ترجمهش این هست که بیزینس ها باز دوباره دارن ضربه اقتصادی میخورن و این ضربه مرتب داره ادامه پیدا میکنه، که فکر میکنم در مورد بخش اقتصادیش با تحلیلگر برنامه بیشتر صحبت میکنید. ولی مسئله اینه که اگر این توافق امروز اتفاق نمیافتاد، اگر برگزیت از صد پارلمان در واقع عبور نمیکرد، این ضربه اقتصادی میتونست چند برابر بشه و بدتر و بدتر هم بشه. ممنونم از تو همکارم بهار خدابنده از مقابل دفتر نخست وزیری بریتانیا. بابک امامیان، عضو حزب محافظه‌کار بریتانیا و کارشناس اقتصاد سیاسی از لندن هم به ما پیوستن. خوش اومدین به برنامه امروز. صحبت‌های همکارم رو شنیدین درباره توافق برگزیت، درباره شرایط قرنطینه. واقعا اقتصاد بریتانیا داره به کجا میره؟ آیا فکر می‌کنین که این توافقی که الان صورت گرفته بتونه نجات بخش باشه؟ خیلی‌ها نگران هستن از اینکه ممکنه قیمت‌ها بالا بره، بیکاری افزایش پیدا بکنه. چطور می‌بینین آینده اقتصادی بریتانیا رو؟ اگه ملاحظه کنید، این قرارداد فقط درباره محصولات بودش، محصولات یعنی اجناس، یعنی تجارت اجناس بین اتحادیه اروپا و انگلستان، درباره خدمات نبوده. و وقتی دو طرف رو نگاه میکنیم، میبینیم که از اتحادیه اروپایی به انگلستان بیشتر صادرات محصولات هستش، یعنی یه سرپلس، یه اضافه هستش، و انگلستان در منفی هستش از لحاظ صادرات محصولات. ولی وقتی به خدمات میرسه، انگلستان مثبته، یعنی مقدار بیشتری صادرات خدماتی داره به اتحادیه اروپا تا اروپا داره به انگلستان. و این قرارداد خدمات رو مثل بانکینگ یا رشته خود شما، میدیا رو کاور نمیکنه. یعنی اگه بهاره الان پس فردا بخواد بره اروپا، نمیتونه بره. ایران اینترنشنال از پس فردا باید یه سابسیدری داشته باشه، یه شعبه جدا داشته باشه اونجا. من اینکه یک به اصطلاح یک عالمه اوراها و سندهای دیگه امضا بکنه، یک عالمه کارا سخت میشه. به اون صورتی که اگه بخوایم اینطوری بهش نگاه کنیم، انگلستان یه چیزی مثل سالی
900 میلیارد دلار صادرات داره که نصف این به اتحادیه اروپاییه که هیچ نوع مانعی نداره. اون قسمت 450 میلیاردش به کشورهایی مثل ایران، چین، آمریکا کلی مقررات دارن که تجار اون قسمت ها به این مقررات آشنایی دارن و آمادن، ولی تجاری که با اتحادیه اروپایی کار میکنن اینا هیچ نوع آمادگی برای این ندارن، چون برای 45 سال هیچ نوع مانعی برای تجارت نبوده. حالا از پس فردا یک دفعه ای این مانع میاد. و آیا سیستم انگلستان که سیستم فوق‌العاده خوبیه ولی حجم کارش در حد 450 میلیارد دلاره، آیا میتونه یک شبه بشه 900 میلیارد دلار؟ اینو ما جمعه میفهمیم. و علتی هم که حزب کارگر الان با آقای جانسون شانس داده، گفته اوکی ما با تو میایم، چون نمیخواد سر این دعوا کنه، میخواد سر اجراش باش دعوا کنه، گیر به دولت سر اجرای این کار بده. آقای امامیان، توافقی هم صورت گرفته بین بریتانیا و ترکیه همونطور که در خبرها شنیدین که بتونن تجارت خودشون رو ادامه بدن. بریتانیا همش صحبت از این میکرد که به آمریکا نزدیکتر میشه از لحاظ اقتصادی، به کشورهای دیگه میخواد نزدیکتر بشه. فکر میکنین که واقعا نزدیکی به اون کشورها بتونه جایگزین اتحادیه اروپا بشه برای بریتانیا؟ خب این از یه طرز فکری میاد که البته این طرز فکر توی تمام انگلستان نیست. این کسایی که یه مقدار آدم‌های افراطی هستن، ضد اروپایی هستن، یه ملیگرا هستن، اینها طرز فکرشون اینه که دولت انگلستان نه تنها معادل 27 تا کشور اتحادیه اروپایی هست، بلکه از نام بالاتره. مثالش مثلا دولت ایرانه که فکر میکنه خودش از دولت آمریکا بالاتره. طوری صحبت میکنه درباره دولت ایران، درباره دولت آمریکا، اینی که مثلا هیچی نیستش و ایران 5 برابر دولت آمریکاست. یه مقدار از کسایی که در انگلستان هستن همین افکار افراطی رو دارن. یعنی فکر میکنم انگلستان به تنهایی از 27 کشور دیگه بالاتره. برای همین خیلی کارا میتونه بکنه. مثلا امروز یکی من تو مجلس گوش میکردم، یکی میگفت انگلستان در حد یک ابرقدرت دنیایی گذاشته بود که تنهایی میتونه خیلی کارا انجام بده. و من مونده بودم گلوبال پاور به خودشون ربط میدادن، قدرت جهانی. و اصلا این لازم نبود که این لغت ها به کار بره تو کاره. ولی جواب سوال شما رو بدم، امکانش فوق‌العاده کمه. الان خودشون میگن که 15% از تجارت با اروپا به خاطر ریستریکشن ها کم میشه. یعنی همین درسته گمرکی نمیدن، ولی گمرک از روز جمعه ایجاد میشه. یعنی اگه یه تاجر ایران میخواست یه چیزی رو به اتحادیه اروپا بده، همون مقررات الان یک تاجر انگلستان داره، فقط با این تفاوت که گمرکی نمیده، اگه نه تمام مقررات سر جاشه. ممنونم از شما بابک امامیان، عضو حزب محافظه‌کار بریتانیا و کارشناس اقتصاد سیاسی از لندن. رهبران اتحادیه اروپا و چین هم امروز یک پیمان سرمایه‌گذاری دو جانبه را به طور آزمایشی امضا کردند که بر اساس آن اروپایی‌ها امیدوارند با وجود نگرانی‌ها در مورد سوابق پکن در موضوعاتی مثل حقوق بشر، فرصت‌های اقتصادی جدیدی را ایجاد کنند. ناظران میگویند فشارهای دولت ترامپ به چین و اروپا اونها رو به هم نزدیکتر کرده و به چنین تصمیمی واداشته. احمد صمدی گزارش میداد. ماجرا از سال 2016 آغاز شد، از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با نگاهی کاسبکارانه به متحدان اروپایی روابط سیاسی و اقتصادی دو سوی آتلانتیک را با این جمله فرو ریخت: From this day forward. از امروز به بعد فقط آمریکا اوله. آمریکا اول. این فقط اروپایی ها نبودند که هدف افزایش تعرفه های مضاعف گمرکی بر کالاهای صادراتی به ایالات متحده قرار داشتند. دونالد ترامپ جبهه دیگری را هم با چین، دیگر شریک بزرگ اقتصادی آمریکا، به وجود آورده بود. حالا چینی ها و اروپایی ها به یک فهم مشترک نزدیک می شدند. سرعت دادن به گفتگوها برای یک توافق جامع که از سال 2014 آغاز شده بود.
گفتگوها در مورد توافقنامه سرمایه گذاری چین و اتحادیه اروپا مهمترین موضوعی است که در حال حاضر برای ما در دستور کار قرار گرفته. با تلاش هر دو طرف بحث‌ها به پیشرفت بزرگی دست یافتند و چشم‌اندازها امیدوارکننده‌اند. اتحادیه اروپا و چین در حالی درهای بیشتری را بر اقتصاد یکدیگر باز می‌کنند که پیش از این اروپایی‌ها معتقد بودند چین برای سرمایه گذاران اروپایی مانع تراشی می‌کند. ما انتظار داریم که موانع دسترسی به بازار در چین به ویژه برای فناوری‌های دیجیتالی آینده و ظهور برداشته شود. آنها هسته اصلی اقتصاد ما هستند. چین باید ما را متقاعد کند که ارزش داشتن توافقنامه سرمایه‌گذاری را دارد. اتحادیه اروپا از چین خواسته که مالکیت معنوی شرکت‌های اروپایی را تضمین بکنه و از مجبور کردن کارآفرینان و سرمایه‌گذاران اروپایی برای انتقال فناوری به چین هم خودداری بکنه. وضع قوانین شفاف برای حمایت از شرکت‌های دولتی و همچنین موضوع محیط زیست هم از دیگر دغدغه‌های اروپایی‌ها در این توافقنامه است. حالا بر اساس توافقنامه جامعه سرمایه گذاری که پکن و بروکسل امضا می کنند، دو اقتصاد برتر جهان شرایط سرمایه گذاری را برای شرکت ها و سرمایه گذاران یکدیگر فراهم می کنند. ساخت و ساز، تبلیغات، حمل و نقل هوایی، خدمات دریایی، مخابرات و خودروسازی بخش هایی هستند که اروپایی ها امیدوارند سود خوبی از طریق آنها به دست بیاورند. به ویژه آنکه پاندمی کرونا هم تا حدود زیادی اقتصاد قاره سبز را کوچک کرده است. این توافقنامه امروز در حالی از سوی سران اروپایی و چین امضا شد که مقامات دولت آتی ایالات متحده آمریکا نسبت به آن ابراز نگرانی کردند. جیک سالیوان پیش از این گفته بود که دولت بایدن درباره نگرانی‌هایی که نسبت به اقدامات اقتصادی چین وجود دارد با شرکای اروپایی رایزنی خواهد کرد. با این حال اما به نظر نمی‌رسد نگرانی‌های ایالات متحده اروپایی‌ها را از دستیابی به بازارهای مالی چین منصرف کند. احمد صمدی، ایران اینترنشنال، برلین. بعد از گذراندن 30 سال حبس با هواپیمای شخصی 1 میلیاردر یهودی به اسرائیل بازگشت و بنیامین نتانیاهو در ساعت 3:30 بامداد به فرودگاه رفت و استقبالش کرد. جاناتان پولارد جاسوس اسرائیلی که در آمریکا دستگیر و به حبس ابد محکوم شده بود برای مدت‌ها باعث تنش میان این دو همپیمان سفت و سخت شده بود. او در نهایت عفو شد و دیشب به اسرائیل بازگشت. بابک اسحاقی گزارش می‌دهد. ورود جاناتان پولارد به اسرائیل و پایان ماجرایی 35 ساله. جاناتان پولارد شهروند آمریکایی که برای اسرائیل جاسوسی کرده بود، سرانجام به اسرائیل میرسد و خاک این کشور را میبوسد. این واقعه آنچنان مهم بود که نتانیاهو نیز در ساعت 3:30 به استقبال او رفت. امروز جاناتان و استر در خانه هستند و این لحظه بسیار مهیجه. آنها به خانه برگشتن. همیشه به خانه برگشتن زیباست. برای همین همه ما میگیم که خداوند شکرت که به ما حیات دادی و ما را پایدار کردی تا این لحظه را ببینیم. ما خیلی خرسنده. سرانجام پس از 35 سال در خانه هستیم و من از مردم و نخست وزیر اسرائیل برای اینکه ما را به خانه آوردن تشکر میکنیم. پولارد که تحلیلگر نیروی دریایی آمریکا بود در سال 1985 زمانی که مشخص شد اطلاعات محرمانه را از محل کارش خارج می کرده بازداشت شد. او نخست کوشید که به سفارت اسرائیل در واشنگتن پناهنده شود، اما محافظان سفارت او را بیرون انداختند. پولارد نهایتاً به حبس ابد محکوم شد و این پرونده بحرانی در روابط اسرائیل و آمریکا به وجود آورد. پولارد خود سالها بعد گفت که این کار را به این دلیل انجام داد که فکر می‌کرد اسرائیل و آمریکا چیزی برای مخفی کردن از یکدیگر ندارند. اما به گفته او اسرائیل هیچ دوستی در کاخ سفید ندارد. مقامات اسرائیلی سالها کوشیدند آمریکا را راضی به عفو پولارد کنند، موضوعی که با مخالفت همه رؤسای جمهوری آمریکا روبرو شد. اسرائیل حتی 25 سال پیش به پولارد شهروندی این کشور را داد، اما این موضوع هم کمکی به آزادی او نکرد. پولارد نهایتاً 5 سال پیش بر اساس قوانین آمریکا که آزادی زندانیان حبس ابد را در شرایطی پیش بینی کرده آزاد شد، اما همچنان حق خروج از آمریکا را نداشت.
او که حال یهودی شده و با یک زن یهودی نیز ازدواج کرده بود، در این 5 سال بارها کوشید شرایط آزادیش را تغییر دهد. همه این تلاش ها نهایتاً به نتیجه رسید و بالاخره جاناتان پولارد و همسرش به اسرائیل رسیدند. با ورود جاناتان پولارد به اسرائیل به نظر می رسد یکی از جنجالی ترین پرونده ها میان اسرائیل و ایالات متحده بسته شود. پرونده جاسوسی اسرائیل از بزرگترین و با اهمیت ترین همپیمانش در جهان. بابک اسحاقی، ایران اینترنشنال، اسرائیل. هر ساله در ایام کریسمس و رسیدن سال نو بسیاری از نهادهای خیریه به سنت هر سال تلاش می‌کنند خوراک‌های گرم برای نیازمندان فراهم کنند. امسال با وجود همه‌گیری ویروس کرونا به خیلی بیکاران و نیازمندان در سراسر جهان افزوده شده. در آمریکا عده‌ای از جوانان ایرانی آستین‌ها را بالا زدند و برای نیازمندان آشپزی می‌کنند. هر کس به اندازه مهارت آشپزیش، از خوراکای ساده گرفته تا خورشت قرمزی معروف. سلماز شریف از نیویورک گزارش می‌دهد. لزوماً آشپزان حرفه‌ای نیستند، ولی تعدادی جوان خوشقلب و خلاق هستند که به نقطه امیدی در شهر نیویورک تبدیل شده‌اند. پروژه ایوی لاوز نیویورک هفته‌ای 3 بار برای کسانی که به خوراک احتیاج دارند غذا می‌پزد. ایوی مخفف محله ما هست که به معنی ایست ویلج، که به معنی روستای شرقی میشه. مشکل اصلی این بود که خب کووید اومده بود. تمام این محله‌های خیریه اینجا که غذا می‌دادن به ملت هم بسته بودن. ما دیدیم خب اینجور نمیشه که فقط کمک مالی کردن جواب نمیده، بیش از اون لازمه. و اون موقع بود که ما ایده رو به ذهنمون رسید. من و سشا گفتیم خب بیایم چیکار کنیم؟ گفتیم بیایم خودمون ما یه آشپزخونه کوچیک تو خونه خودمون را بندازیم. کمی بعد رستوران کوچک همسایه میزبانشان شد، ولی تابستان مورد حمله قرار گرفت. تابستان نیویورک با یک بحران بزرگ مواجه بود که بسیاری از رستوران ها و مغازه ها در جریان اعتراضات مورد حمله قارب قرار گرفتن. به رستوران همسایه هم حمله شده بود و این مرکز گرد همایی محله پیشنهاد کمک داد. از حدود 600-700 تا غذا هر هفته رفتیم به 2000 تا 2500 تا 3000 تا یه هفته اصلا 4200 تا میلز غذا درست کردیم. از موقعی که شروع کردیم آخر مارچ تا الان حدود 70 تا 1000 غذا درست کردیم و پخش کردیم تو تمام شهر نیویورک. محمد میگوید این روزها شبی 3 ساعت می توانند بخوابند، چون در اصل به اندازه 2 کار وقت میگذارند، ولی چاره ای نیست، چرا که به گزارش بانک غذا 54 میلیون نفر نگران تامین غذا هستند. برای که نفر که بیان یه وعده غذا بگیرن، ساعت 10 صبح از 5 عصر شب قبلش میان صف میبندن، میان زنبیل میذارن و اینا میشینن کف زمین. یعنی اینا 15-16 ساعت تو صف میمونن برای یه وعده غذا. دفعه دوم دیگه الان داریم قیمه میپزیم برای همین کامیونیتی سنترمون. این گوشتش رو سرخ کردیم با پیاز و زردچوبه و البته زعفرون، تنها چیزیست که نمیزنیم. فود انسکیوریتی یعنی احساس ناامنی غذایی، یعنی ندونین وعده بعدی غذاتون از کجا میاد. الان از هر 10 آمریکایی 4 نفر احساس ناامنی غذایی دارن. سازمان بانک غذا هم داره درباره کم کردن خدماتش صحبت میکنه. به زبان ساده یعنی غذا به میزان تقاضا نداره که بده. سلماز شریف، ایران اینترنشنال، نیویورک. در پایان ببینیم که پانداهای باغ وحش مسکو چقدر از برف و سرمای زمستان لذت میبرند. البته یک مبارزه خیلی جدی هم با آدم برفی های باغ وحش دارند. این آدم برفی بخشی از تلاش کارمندان باغ وحش برای به چالش کشیدن توانایی پاندا برای رسیدن به هویج هم هست. تا امروز دیگر، وقت خوش. We'll be right back.